محسن سازگارا عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیو با ماست. آقای سازگارا، این از اون معدود دفعاتی است که بالاخره یکی از این متهمان هم دستگیر شده هم داره مسترد میشه به آمریکا. چقدر فکر میکنید که ممکنه کمک بکنه یه تصویر روشنتری از این پازل به ما بده که دقیقا چطور جمهوری اسلامی اقدام میکنه برای کشتن مخالفانش؟ حتما موثر واقع میشه، ولی ببینید این جمهوری اسلامی از با ترور گویا متولد شد، برای اینکه هنوز اردیبهشت سال 58 بود اول دفعه ترور در امریکا کردن، بعد از اون البته دیگه در امریکا نتونستن ترور کنن، و بعد در دهه 60 یک سری ترور صورت گرفت و بیشترین تعداد ترور هم در دهه 70 که اقدام کردن. اگه یادتون باشه رافی خاچاتوریان رو هم در لس آنجلس با شما و اینا بهش حمله کردن که چششو از دست داد، ولی موفق نبودن. ولی بعد دیگه وزارت اطلاعات که اون موقع این کارا رو میکرد، خب بیش از 300 خورده ای نفر رو ترور کرده. منتها از یه جایی به بعد اروپایی‌ها به خصوص آلمان که مرکز این کار رو اختیار کرد که دیگه نباید بکنه، تقریبا همزمان شد با دولت آقای خاتمی و میکونوس رو میفهمید؟ بله، بعد از میکونوس که اون دادگاه تشکیل شد و حکم دادن که آمرین فعلا حالا بمونن، ولی این ماشین ترور وای نساده. و در سالهای اخیر با شدت گرفتن فعالیت و اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه پاشو گذاشته بیرون از ایران و ترور تقریبا هم هر جا خواسته کاری بکنه خیتی بالا آورده. یکی از روش‌هایی که دنبال کردن این است که بیان این به اصطلاح تبهکارا رو گیر بیارن. یادتون باشه اول دفعه اون حبیب الله ارباب سیر بود در تگزاس تماس گرفته بودن بره شبکه عادل جبیر رو بکشن، ولی خب فهمیده بودن امریکایی هم آدم گذاشته بودن از شبکه نفوذی خودشون تو شبکه قاچاق و جلوش و همه تخلیهش کردن بعد گرفتنش. الان هم اینی که برن سراغ تبهکارا و بخوان این دست به ترور بزنن یه پولی بدن، ظاهرا روش اطلاعات سپاه بیشتر که تا الان هم چه در مورد شهروندهای اسرائیلی چه در مورد شهروندهای آمریکایی مثل خانم علی نژاد چه جای دیگه موفق نبوده. من یادم اف بی آی در ته این سالیان که من در آمریکا بودم سه بار تا کنون مجموعاً در مقاطع مختلف به من اخطار کرده که فلانی مثلا ما یه اخباری داریم میدونیم میخوان تو رو ترور کنن، مراقب باش. یکی از توصیه هاش اینست که جاهای خطرناک شهر نرو و شهر واشنگتن، شب هم مثلا تتل مقدور نرو. برای اینکه من پرسیدم چرا، اون ماموری که اومده بود به من میگفت مراقب باش، خب برای اینکه ما میدونیم اینا مثلا 10,000 20,000 دلار میدن به یه تبهکاری، چاقو به تو میزنه بعد دیگه ما میمونیم و اون. بعد من گفتم میخوایم برای من مثلا محافظ بزنی، من نمیخوام. گفت نه خیالت راحت باشه، ما تو دستگاه اونا نفوذ داریم، از سرمنشأ میفهمیم اگر بخوان کاری بکنن. به هم دلم آمریکا و انگلیس یک زمانی وزارت اطلاعات که مسئول این کارا بود در زمان جنبش سبز من یادمه گفته بودن که این دو جا خط قرمز ماست، دست میخوایم بزنیم نمیتونیم کاری بکنیم. به هر حال میخوام بگم که نفوذ اینا دارن در سرمنشأ از ایران، ولی این چجوری با این تبهکارا کار میکنن که ظاهرا متد جمهوری اسلامیه، مطمئنن الان خب ببینید اینا هم یه شبکه تبهکاری اندارن چیز میکنن، مطمئنن بیارنشون امریکا اطلاعات بیشتری را ازشون به دست میارن. ولی در این حال خیلی ها میگن در عملیات این چنینی سرویس های غربی هر دفعه باید موفق باشن، ولی اونها فقط یک بار کافیه موفق باشن. بله خطرش هم یعنی بدبختی اینام همینه دیگه، صد بار ممکنه مچ طرفو میگیرن نمیذاره، ولی یه بار اگه اون طرف موفق شه شکست اینا میشه. به همین دلیل واقعا به مخالفینی که سرشناسن و میدونن ممکنه جمهوری اسلامی بخواد بلای سرشون بیاره باید توصیه کرد خودشون در درجه اول بهتر از بقیه میتونن مراقب باشن. کار همین مثلا جای خطرناک شهرهایی که هستن نرن، با یه آدم غریب یهو ملاقات نکنن، از توصیه‌ای که به من شده عرض میکنم قهوه اگر خوردن باهاش بلند نشن برن دستشویی برگردن نصفه بقیهش رو بخورن. برای ناکارآمدی هایی هم میبینیم نه که در اندازه یک دولت حالا برای
کسانی که هدف هستند خبر خوشایندیه به گمانم، ولی مثلا در مورد خانم علی نژاد حرف از این که او رو ببرن به ونزوئلا، میدونی یعنی چه تصوری دارن در مورد مسافت جغرافیایی، یا در مورد من موقعی که در واشنگتن بودم در لندن به دنبال من بودن، چقدر این ناکارآمدی ها براتون جلب توجه میکنه؟ این اتفاقا آقای فرزاد همین نیست که من شنیدم داخل سیستم وزارت اطلاعات خب حرفه‌ای تر از اطلاعات سپاه، اطلاعات سپاه الان دو برابر وزارت اطلاعات هیکلشه، ولی کارشناسی شنیدم داخل سیستم اونا خیلی به اطلاعات سپاه انتقاد میکنن که آقا خب مثلا این کارا چیه، خانم علی نژاد کی میتونن نیویورک ورداره ببره تا ونزوئلا، مگه حال و هفشنبه طرفی، مگه اف بی آی مثلا اینجا، یا به قول شما تو اینجا دنبال شما، اینجای همه دنیا میدونن تو استودیو واشنگتنی برن لندن دنبالتون بگردن. اینا همین هاییست که ببخشید حماقت این دستگاه اطلاعات سپاهه که نمیگم حالا وزارت اطلاعات هم خیلی باهوشه، ولی دست کم از اینا باهوشتره و از اینجور گافا دیگه نمیده. ممنونم از شما محسن سازگار، عضو شورای مدیریت گذار اینجا در استودیوی ما. ممنونم.